بعدش ما باید یه چیز دیگه تعریف کنیم اینجا. اینجا ما از یه روی استفاده میکنیم، روی یه مقدارش این آیکون باشه، یه مقدارش هم یه آیکون باشه. خب ما باید از پوزیشن استفاده بکنیم چون میخوایم روی صفحه بچسبه. خب پس این به پوزیشن دوم هم میبندیم، یه پوزیشن دیگه باز میکنیم، میگیم خب تو مثلا از بالا یه همچین ارتفاعی داشته باش، چون نمیخوایم کامل به بالا بچسبه. به عنوان چایلد یک کانتینر میدیم، دیگه از چپ و راست بهش مقدار نمیدیم تو پوزیشن، چون ویدثش رو میتونیم کامل بذاریم. اگه ویدثش رو کامل نذارید اون موقع مجبور از چپ و راست بهش اندازه بدید. خب هیت هم بهش نمیدیم چون قرار به اون ویجت همون هیت بدیم. مشخصا اینجا باید مین اکسس الیمنت سپیس بیتوین باید استفاده کنیم، چون این دوتا ویجت بیشترین فاصله را از هم دارن. میبینید که یه پدینگی هم دارن، یعنی چسبیده نیستن کاملا. بس ما همین الان این پدینگ رو بهش میدیم، میگیم پدینگ اجنسس dot symmetric horizontal size dot width dot span 7. خب این روی ما، ما اینجا یه دونه کلاس تعریف میکنیم واسه این که یه بار تعریف بکنیم و خب دوبار ازش استفاده بکنیم. یه ویجتی اینجا میسازیم، بازم از اولش رو سریز اسکرین می نویسیم که بعدا اگه دیدیم بفهمیم مال کجاست. دقیقا سریز اسکرین باتن به این صورت. خب ایمپورت می کنیم متریال دات دارت رو، یک کلاس استدلسی می سازیم تحت عنوان سریز اسکرین باتن. به این صورت. خب ما اینجا متغیر سایز هم دوباره نیاز داریم، حالا ما اینجا بهش اندازه میدیم، این خوب ویت باشه سایز داد ویت داد 1500. خب بگیم ارتفاع هم باشه همین مقدار، یعنی 1500 عرض صفحه. بعد دکوریشن داریم، چرا؟ چون اینجا اگه دقت بکنیم این کانتینر ما گرده، گوشاش border radius داره، پس ما اینجا باید یه border radius هم بهش بدیم. خب border radius پونزده. خب یه کالری هم بهش میدیم چون رنگی هم داره. رنگش به چه صورته؟ رنگش اگه دقت بکنید یه رنگ سفیدیه، ولی خب اپاسیتی داره، این شفافه، به این صورت که اون چیز پشتش کاملا مشخصه. این خب وایت فیت اپاسیتی 14. خب یه چایلدی هم داره، از دکوریشن خارج میشیم، به عنوان چایلدش یه آیکون باتن تعریف میکنیم، آیکونز دات کنم ارو لفت باشه، ارو بک. خب یه رنگی همش میدیم، این رنگ سفید باشه و سایز هم بهش میدیم، میگیم سایزت باشه مثلا 600. خب حالا ما اینجا فعلا مقادیر پیش‌فرضی بهش دادیم، حالا میایم اینا رو اینجا استفاده میکنیم. میگیم سریز اسکرین باتن.
ببینیم به چه صورت کار میکنن. خب این قسمت واسه ما ایجاد شد به این صورت. حالا این عکس خیلی هم مناسبش نیسته چون نوشتش خیلی تاریکه. خب این بهتره باشه. حالا این دقیقا اون چیزی نشد که ما میخواستیم، چون باتن ها باید با هم دیگه فرق بکنن، ویجتاشون، این آیکونشون. بعد هر کدوم از این دکمه ها قرار یه کاری بکنن. ما این دکمه رو بزنیم، قرار برگردیم صفحه قبل. این دکمه رو که بزنیم، یعنی اول از همه این قلب خالیه، اگه ما بزنیم روش این قلب پر میشه. مثل این میمونه که خب یه فیلمی رو باز میکنی و اگه اینو میخواید حالت لایک داره میزنید تو فیورتتون اضافه میشه، اگه نخواستید بعدا میزنید این از فیورتتون حذف میشه. خب پس ما برای این سریز اسکرین دو تا متغیر نیاز داریم. یکی آیکونشه، از آیکون دیتا استفاده میکنیم، اسمش رو میذاریم آیکون. یه دونه هم فانکشن براش تعریف میکنم، یعنی تابع، یعنی اون کاری که قرار انجام بده، اسمش هم خوب هم فانکشن میذاریم. بدین صورت خب میگیم آیکونت باشه آیکون، آیکونی که این بالا تعریف کردیم. مثل میم اینجا باز مشکلی پیش نیاد، اینجا باش آیکون ها رو میدیم. این خب آیکون اولی بود، آیکونز دات ارو بک. آیکون دوم ما که قلب بود چه آیکونز دات فیوریت. الان هم بکنم قلبه ایجاد بشه. درست. حالا ما میایم تو این قسمت. اول از همه یه تو ویجت بیلدمون یه متغیر تعریف میکنیم از نوع بولین، اسمشو میذاریم is favorite. خب مقدار اولیش هم فالس میدیم، یعنی اولین بار که باز میشه این قلب خالی باشه که بعدا بتونیم پرش کنیم. بنویسیم و با اینجا جا فانکشن هم داریم. درسته اینجا آیکون باتن به غیر از آیکون یه ویژگی دیگه داره تحت عنوان آن پرست. میگیم به عنوان آن پرست این فانکشن رو بگیر. حالا بعد اینجا واسهش تعریف بکنیم. خب اولی فانکشن چی باشه؟ میتونید به جایی که این کروشه رو باز و بسته بکنید یه جورایی به صورت یه خطی بنویسید. به زبان دارت یه همچین قابلیتی داره. میگیم خب این علامت مساوی و علامت کمتری یا بیشتری که اینجا میبینید دقیقا کار کروشه باز و بسته رو انجام میده. میگیم خب نویگیتور دات پاپ به این صورت. ما اینجا تالا از نویگیتورا یا همون نویگیشن ها خب از پوشش استفاده کردیم، الان اینجا از پاپش استفاده میکنیم. پوش و پاپ آدم رو یاد پشته بیندازه، یعنی دقیقا داره کار پشت رو انجام میده. به چه صورته؟ به این صورتی که ما میتونیم مثلا پوش میکنیم، خب صفحه اولمون صفحه هوم اسکرینه، بعد روش پوش میشه صفحه سریز اسکرین. وقتی پاپ میکنیم یعنی ازش بر میداریم، بر میگرد صفحه قبلیش. به این صورت این دستور باعث میشه که این دکمه که ما بزنیم برگرد صفحه قبلی. و خب یه نویگیتور معروف دیگه هم داریم تحت عنوان پوش ریپلیسمنت، یعنی به این صورتی که یه بار که مثلا رفت صفحه دوم دیگه نشه برش گرد صفحه اول. به این راحتی با دکمه بک بر نگرد صفحه اول. تو اسپلش اسکرین ها مثلا خیلی خوب کاربرد داره، چون اسپلش اسکرین یه بار قرار اجرا بشه، دوباره اگه برنامه برگردی عقب نباید اسپلش اسکرین ایجاد بشه. خب ما اینجا متغیر ایز فیوریتی هم ایجاد کردیم. خب اینجا به عنوان فانکشنش میگیم خب فانکشنت به این صورت باشه که ست استیت بکنه. میگیم کلاس ما استیت فوله یه استیت لسه. خب از کلاس استدلس استفاده کردیم، اینجا تبدیلش میکنیم به استدفول.
تبدیلش هم کار نداره، رو همین استیتلسی کلیک میکنید، Alt و Enter میزنید، نوشته Convert to Stateful Widget و همین رایت. خب اینجا ما اگه بتونیم set state استفاده کنیم خیلی خوب میشه. و set state این خب set state کن، این خب این easy favorite که اینجا استفاده کردیم و برابر کن با مخالفش. خب این خط کد دقیقا واسه ما داره چیکار میکنه؟ به این صورتی که اول از همه این مقدار is favorite ما قرار فالس باشه، چون اینجا مقدار اولی بهش فالس دادیم و توقع داریم اینجا یه قلب تو خالی ایجاد بشه و با هر بار زدن روی این دکمه تابع آمپرسش فراخونی میشه و وارد یه ست استیتی میشه و مقدارش مخالف میشه، یعنی اگه فالس میشه ترو، اگه ترو میشه فالس و همینجوری ادامه داره. چون ما از ست استیت استفاده میکنیم، ست استیت به چه صورته؟ به این صورته که هر بار که این مقدار تغییر میکنه خب قرار این آیکون رو هم تغییر بکنم و یه همچین چیزی رو شما داخل یک کلاس استیتلس نمیتونید ایجاد بکنید. خب پس ما اول از همینجا یه شرطی میذاریم، میگیم اگر این is favorite ما که حالا گفتیم مقدار اولیش هم فالسه برابر با ترو بود، از این آیکون استفاده بشه، از یه قلب توپوری. در غیر این صورت بشه icons.favorite.border، یه قلب تو خالی هم پایین بسش ایجاد کنیم. میبینید که یه قلب تو خالی داریم، یه قلب تو پر داریم و این برنامه مشکل نداشته باشه. و و اینکه این متغیر رو من نباید اینجا تعریف میکردم، نباید داخل بیلدمون تعریف میکردم، باید خارج از بیلد تعریف کنیم. خب یه هات ریلود میکنیم، این برنامه به چه صورت میشه؟ خب میبینید که الان قلبمون تو خالیه. چرا؟ چون is favorite مقدار اولیش فالس. خب ما یه بار بزنیم به دکمه، میبینید که قلب ما آیکونش عوض شد، یعنی قلب توپوری شد، درسته؟ و خب اگه دوباره باز روش بزنیم میبینید که دوباره باز قلب تو خالی شد. یعنی چی؟ یعنی مقدارش فالس شد. پس این خط دقیقا همچی کار داره واسه ما میکنه، میگه خب این is favorite با هر بار زدن رو دکمه مقدارش مخالفشه، اگه ترو بشه فالس، اگه فالس بشه ترو.